اما در خبر دیگه، بر اساس برخی گزارش‌ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حاضر در شرایط فعلی جنگ با اوکراین رو خاتمه بده و آتش بس کنه. نیویورک تایمز به نقل از دو نفر از مقام‌های ارشد سابق روسیه و بعضی مقام‌های غربی نوشتند پوتین از اواخر تابستان آماده آتش بسته. با این حال او حاضر نیست از مناطقی در اوکراین که در حال حاضر در تصرف روسیه است عقب نشینی کنه. بعضی از مقام‌های امنیتی آمریکا گفتن هنوز معلوم نیست چنین سیگنال‌هایی چقدر واقعی باشن، ضمن اینکه اونها تردید دارن که اوکراین بپذیره در شرایط فعلی با آتش بس موافقت کنه. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما همراه میشه. آقای قائدی، چقدر فکر می‌کنید واقعا پوتین آماده آتش بس باشه و اگر از اون مناطق تحت کنترل عقب نره به نوعی پیروزی روسیه است؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. درست میگید، البته این موضع جدیدی از طرف پوتین نیست. در دسامبر پارسال هم پوتین همین موضع رو داشت و در دیدار با رهبران آفریقایی رو هم همین رو هم تکرار کرد. در واقع روسیه میخواد اون مناطقی که اشغال کرده درش بمونه، اما این خواسته ایه که آقای زلنسکی به هیچ عنوان نمیپذیره. زلنسکی چیزی که میخواد اینه که روسیه مناطق اشغالی رو ترک کنه و خسارتهای جنگ رو به اوکراین پرداخت کنه. اما چند موضوع اتفاق افتاده در این یک سال که باعث میشه که آینده جنگ شکلش شکل قطعی تری در شاید ماه‌های آینده مشخص بشه. یک اینکه در دسامبر پارسال خیلی امید وجود داشت برای اینکه شاید اوکراین در ضد حملهش موفق باشه، ضد حمله‌ای که قرار بود در بهار و تابستان شروع بشه، اما این ضد حمله به هیچ شما موفق نبود و امیدها رو به سمت ناامیدی برد. موضوع بعدی موضوع جنگ غزه است که موضوع جنگ اوکراین رو به نوعی به حاشیه و به محاق برد و این خیلی برای روسیه خوب بود. اما موضوعات دیگه هم هستن. یکی از این موضوعات اینه که کمک‌هایی که غرب به آمریکا می‌کنه در آینده جنگ بسیار سرنوشت‌سازن. این کمک‌ها در ابتدای حمله روسیه به اوکراین خیلی غیر شرطی بود و دو حزبی بود در آمریکا. الان می‌بینیم که این درگیر بازی‌های حزبی در آمریکا شده. جمهوری‌خواه‌ها یک شرایطی می‌گذارن برای ادامه این کمک‌ها، در خصوص مثلا سیاست‌ها در مورد مرزهای جنوبی آمریکا. این یک موضوع. و دو موضوع دیگه هم هست. یکی انتخابات آینده اوکراین که در ماه مارچ برگزار میشه. البته که ما انتخابات روسیه رو هم در سال آینده داریم، انتخابات آمریکا هم داریم. این انتخابات‌هایی هستن که بر سرنوشت جنگ اثر می‌ذارن. ممکنه یک شخصیتی بیاد که به جای آقای زلنسکی که بپذیره این شرایط روسیه رو که روسیه در اون مناطق بمونه، و البته که رأی مردم اوکراین در این مورد تعیین کننده است. و مسئله بعد انتخابات آمریکاست که سال آینده برگزار میشه. اگر که مثلا ترامپ بر سر کار بیاد یا نامزدی بر سر کار بیاد که این کمک‌ها رو قطع کنه، قطعاً سرنوشت جنگ اوکراین خیلی مشخص‌تر خواهد شد و به ضرر اوکراین تموم میشه با حضور روسیه در مناطق اشغالی. من دو نکته سریع دیگه هم اشاره کنم. یکی اینکه چین خیلی نظاره‌گر این جنگه و اگر که اوکراین بازنده این جنگ باشه، سرنوشت تایوان هم به نوعی مشخص میشه. و دو، اگر که روسیه خرس روسی برخواسته، اگر که این خرس همچنان قدرتمند بمونه، پنجه‌هاش ایران رو هم بهش آسیب خواهد زد. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما. ممنونم از